بالای ما یک حمله شد، ما زنده استم. اما رفتیم به تک تک کسایی که شهید شدن ما خبرگیری کردیم. یکیش دست نداره، در اردوی ملی دست خود از دست داده، یک تا فرزند داشت از دست دادش. یکیش یک بچهش در اردوی ملی شهید شده بود، دو بچه دیگه داشت، هر دو بچهش در این حمله شهید شده از بغلان است. کس دیگهش یک خانم است که یک فرزند داشت، دو سه تا طفلای خرد داره و خودشان فلج است، در این حمله از بین. امی فخر از این حمله چی است؟ دشمن اصلی ما کیست؟ چون این سنت هم در سخنرانی خود جناب رئیس جمهور اسبق گذاشتن، ما از اونا اجازه میگیرم با کمال حرمت و احترام یک قصه کوتاه را خدمتشان میکنم. ما افتخار داشتم که در حیات مرا برده بودن با خود، در هتل سیرینا در رأس حیات جناب رئیس جمهور بودن، رئیس استخبارات پاکستان و رئیس عسکریشان آمدن و رئیس جمهور برشان گفت که ما همی پاکستان به اندازه پشت دستم بلد استم، شما به ما لکچر نتین که مشکل در افغانستان است. همی دلیل که در کشور ما جنگ افروختی چی است؟ بسیار خدا ناراحت احساس کرده. کرزای صاحب از جای بلند شد، پرده هتل بلند کرد، گفت اونجا مرغله هل است، تپه های مرغله، و ما گاه و ناگاه دیگرکی در این تپه ها قدم زده. ما مملکت تانم مشناسم، برادر خطابت میکنم، همسایه خطابت میکنم، همکش خطابت میکنم. امروز به ما بگو که امی دلیل که تو ما را میکشی چی است؟ بسیار خدا ناراحت احساس کردن، گفتن خب او رقم که از خی ما براتان میگیم. اگر با ما توافق کنین سر یک روابط بنیادی استراتیژیک، ما طالب در 6 ماه از صحنه براتان دور میسازیم. اما تو جناب رئیس، بعدا رئیس جمهور از جا بلند شد، امرایشان پرسانی کرد، گفت ما بنیادی ترین حرف را که از یک زمامدار پاکستان شنیدیم در امیز سفر است، چه قسم جور کنیم؟ گفت دو تا سوال داریم، یکی که آیا اگر ما امیر که خودت جور کنیم ائتلاف شمال قبول میکنه؟ جناب رئیس جمهور بنا به هر دلیلی که بود طرف اومدید. ما گفتم رئیس چیزی به نام ائتلاف شمال وجود نداره، این نام اختراع شده بود، شما زعامت کل افغانستان ندارین، رئیس جمهور افغانستان ندارین، با انگلیسی گپ میزدین. اگر صلح میایی بهانه تراشی ها را ما او طرف میکنیم، شما از کلیت امو خاک به نام افغانستان نمایندگی میکنین، نیست چیزی به نام ائتلاف شمال. یک گپ دیگه شانی بود که رئیس صاحب که چی وقت شروع کنیم. بعدن سرنوشت قسمی آمد که ما از حکومت بر آمدم و مذاکرات در او راستا آغاز شد و نتیجه نداد، به خاطر نتیجه نداد که بعضی او خواسته ها غیرت ما را از وسط قیچی میکنند، هویت ما را از وسط تیشه میزنند.